سر خط خبرها. افزایش بی پیشینه ویروس کرونا. به دنبال گسترش موج سوم ویروس کرونا در کشور، مکتب ها، دانشگاه ها و مرکز های آموزشی در 16 ولایت کشور تعطیل شد. نگرانی ها از توقف گفتگوهای صلح و افزایش خشونت ها در کشور. وزارت دولت در امور صلح از گروه طالبان می خواهد که خشونت ها را متوقف کرده و به میز مذاکره برگردند. تأکید رئیس امنیت ملی بر شناسایی عاملان حمله بر مکتب سید الشهدا و دنبال انتقاد خانواده های قربانیان از بیپروایی حکومت در شناسایی عاملان این رویداد، رئیس امنیت ملی میگوید عامل اصلی این حمله را به زودی معرفی خواهد کرد. و شرکت مایکروسافت میگوید که جاسوسان سایبری ادارات دولتی ایالات متحده و 24 کشور را هدف حملات سایبریشان قرار دادند. سلام، وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 6 از نگاه خوش آمدید. امروز شنبه 8 ماه جوزای 1400 خورشیدی است که برابر است با 29 می سال 2021 میلادی. زهرا سروری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. همزمان با گسترش موج سوم ویروس کرونا در کشور، مکتبها، دانشگاهها و مرکزهای آموزشی در 16 ولایت کشور تعطیل شده است. وزیر تحصیلات عالی و سرپرستهای وزارتهای صحت عامه و معارف که روز شنبه در یک نشست مشترک خبری حضور یافته بودند، میگویند که تعطیلی نهادهای تعلیمی و تحصیلی از امروز اجرایی میشود. آنان از شهروندان کشور میخواهند که برای جلوگیری از شیوع موج سوم ویروس کرونا در کشور تدابیر بهداشتی را رعایت کنند. موج سوم ویروس کرونا در کشور به نقطه اوج خود نزدیک شده است. وزارت صحت عامه همزمان با گسترش شیوع این ویروس، نهادهای تحصیلی و تعلیمی را تا دو هفته دیگر تعطیل کرد. په شپاړس ولایتو کې د موجوده اعمارو په رڼا کې ټول هغه پوهنتونونه، څه خصوصي څه دولتي مکاتب، کورس او د زده کړې مراکز د دوو هفتو دپاره صنفونه معطل دي. وزیر تحصیلات عالی و سرپرست های وزارت صحت عامه و معارف که در یک نشست مشترک خبری حضور یافتند، میگویند از روز شنبه دانشگاه ها، مکتب ها و مرکز های آموزشی در 16 ولایت تعطیل شده است. ما ضمن از اینکه در این 16 ولایت تمامی پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی را تعطیل کردیم، ولی به پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی سایر ولایت نیز هدایت دادیم که از امروز تمامی تدابیر وقایوی را برای مقابله با گسترش ویروس کرونا روی دست بگیرند در اونجا. بنابر تصمیم مشترک نهادها، تمام نهادهای تحصیلی و تعلیمی، دولتی و خصوصی در ولایت‌های کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوگر، ننگرهار، پکتیا، پروان، وردک، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز، نیمروز به مدت دو هفته تعدیل شده است. ولایت های یاد شده از جمله ولایت هایی هستند که در روزهای اخیر شاهد ثبت بیشترین آمار ویروس کرونا بودند. 8000 در افغانستان ما فعلا میتونیم. شب روز تلاش داریم که انشاءالله تا اواسط ماه جون در 34 ولایت امکانات داشته باشیم. برنامه ما، تصمیمی که دیشب گرفتیم است که در 10 تا 15 روز آینده ما 100000 تست سریع با مبنای انتیجن که اختصاصیت بسیار بالا داره در سطح افغانستان در عموم محلات خطر انجام بدیم. این مسئولان حکومتی تعطیلی نهادهای یاد شده را برای جلوگیری از شیوع این ویروس کافی ندانسته، میگویند که به شمول محصلان و متعلمان تمام شهروندان کشور باید تدابیر بهداشتی را رعایت کنند. سرپرست وزارت صحت عامه اطمینان می‌دهد
که ظرفیت آزمایشی موارد مشکوک کرونا به مراتب نسبت به گذشته بیشتر شده است. اما در صورت بی‌توجهی مردم، موج سوم کرونا فاجعه بار خواهد بود. دیگه منتظر حالت دیده در دو هفته آینده هر تصمیمی که وزارت صحت عامه محترم گرفت به ارتباط صحت شهروندای ما، اولادای ما، استادای ما، ما در پالویش تصمیم گیر هستیم. موج سوم ویروس کرونا در کشور حدود یک ماه قبل آغاز و اکنون به نقطه اوج خود نزدیک شده است. از اوایل شیوع این ویروس تا کنون 70,000 تن به کرونا مبتلا شدند و نزدیک به 3,000 تن نیز جان باختند. وزارت دولت در امور صلح از گروه طالبان می خواهد تا به خواست مردم افغانستان که صلح است لبیک گفته و هر چه زودتر خشونت ها را در کشور متوقف کند. به گفته این وزارت با بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور هیچ دلیلی برای ادامه جنگ باقی نمانده و قضیه افغانستان تنها از طریق پیشبرد گفتگوهای صلح و راه حل سیاسی می تواند حل شود. در همین حال وزیر خارجه هند در دیدارش با وزیر خارجه آمریکا گفته است که هند به پشتیبانیش از روند گفتگوهای صلح افغانستان متعهد است. از سوی هم وزیران دفاعی ناتو در نشستی که در بروکسل برگزار شده بود اعلام کردند که این پیمان به حمایتش از نیروهای افغان پس از ترک قوتهای بین المللی نیز ادامه خواهد داد. همزمان با بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور و ادامه تلاش ها برای روند گفتگوهای صلح، وزیران خارجی آمریکا و هند در تازه ترین دیدارشان با همدیگر در مورد گفتگوهای صلح و بیرون شدن قوتهای خارجی از افغانستان گفتگو کردند. وزیر خارجی هند گفته است که دهلی نو به حمایتش از روند گفتگوهای صلح ادامه می دهد. در همین حال وزارت دولت در امور صلح در حالی که از افزایش جنگ و درگیری ها در کشور نگرانی می کند، اما میگوید راه حل سیاسی و پیشبرد گفتگوهای صلح میتواند مشکل فعلی را در کشور حل کند. برسیره پرده چې د دواړو خواو ترمنځ د مذاکرات روان پیل شوی او د خارجي قواو وتل په جریان کې دی، نور د جګړې د دوام لپاره لامل پاتې نه دی، مګر متاسفانه جګړه او تاوتریخوالی په هیواد کې زیاتوالی موندلی او له دې بد حالت څخه د افغانستان خلک ځورېږي. جګړه د ناورین د حل لاره نه ده او یوازنی منطقي لاره سیاسي حل لاره د خبرې اترې او مذاکراتو له طریقه ده. تمه دا ده چې د موږ مقابل لوري د افغانستان خلک د غوښتنې په احترام سره هر څه ژر دا ناروا جګړه ودروي او دا لانجه د مذاکراتو له لارې حل شي. در همین حال وزیران دفاع ناتو در نشستی که در بروکسل مقر این پیمان برگزار شده بود در مورد حمایتشان از افغانستان پس از بیرون شدن قوتهای بین المللی رایزنی کردند. وزیران دفاع ناتو اعلام کردند که پیمان ناتو به پشتیبانیش از نیروهای امنیتی افغان پس از ترک قوتهای بین المللی نیز پایبند میماند. هغه خپل ګټې لري، خپل پلان لري، خپل استراتیجی لري. د افغانستان د خلکو د غم نه څوک مړ نه دي. حمایت قاطع از نیروهای امنیتی همینطور که در 20 سال حمایت کردن در بخش تجهیزات، در بخش آرشا و عبادت، در بخش معاشات نیروهای امنیتی ما. از سوی دیگر جو بایدن گفته است که واشنگتن در حال احیا و بازسازی توانایی های است تا در صورت بازگشت القاعده به افغانستان آنها را نابود کنند. به گفته رئیس جمهور آمریکا تهدید القاعده نه تنها از افغانستان بلکه از 5 منطقه دیگر جهان نیز متصور است. در همین حال احمد ضیا سراج میگوید که القاعده سرگرم بازسازی ظرفیت های خود برای تهدید کشورهای غربی است. آقای سراج هشدار میدهد که اگر این گروه توانایی گذشته خود را باز یابد، تهدید تازه را متوجه کشورهای غربی خواهد ساخت. نیت القاعده به این کار است؟ بله. و دو چیز دیگر ضرورت داره، یکی زمان و یکی توانایی. وقتی که دو چیز دیگر آن بیره نیت داره، حتما اونا در قسمت کشورهای غربی یا در هر جای دیگر اونا اعلامیشون هم بسیار واضح است که این کار هم میکنن. آغاز روند خروج نیروهای بین المللی، جنگ ها نیز در بخشهای از کشور شدت یافته و روند گفتگوهای صلح همچنان متوقف است. گروه طالبان نیز برای شرکتشان در نشست صلح پیش شرط های تازه را مطرح کردند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید
که جایگاه و نقش زنان در روند صلح تقویت خواهد شد. شورای عالی مصالحه ملی با نشر خبرنامه‌ای میگوید که دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با شماری از زنان عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی و فعالان حقوق زن در قصر سپیدار دیدار کرد. خبرنامه می‌افزاید که در این دیدار روی تحولات جاری در کشور، چگونگی ادامه گفتگوهای صلح، حقوق، جایگاه و تقویت نقش زنان در روند صلح بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی ضمن صحبت پیرامون تغییرات اخیر در روند صلح گفت که افغانستان به گذشته بر نمی‌گردد و دستاوردهای مردم افغانستان در راستای حقوق و جایگاه زنان در روند صلح حفظ و تقویت خواهد شد. به دنبال انتقاد خانواده‌های قربانیان حمله بر مکتب سید الشهدا از بی‌پروایی حکومت در شناسایی عاملان این رویداد، رئیس عمومی امنیت ملی میگوید عامل اصلی این حمله را به زودی معرفی خواهد کرد. احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی روز شنبه در نشست خبری مسئولان ارشد امنیتی از مردم خواست به امنیت ملی وقت بدهند تا عاملان این حمله مرگبار را شناسایی، بازداشت و مجازات کنند. در حمله 18 سر بر مکتب دخترانه سید الشهدا در غرب کابل نزدیک به 100 دانش آموز جان باختند و بیش از 200 تن دیگر زخم برداشتند. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان از دادگاه لاحه خواسته است که بررسی پرونده هندو باوران و هزاره ها را در اولویت قرار دهد. در قطعنامه 3 ماده‌ای که از سوی این نهاد صادر شده آمده است که هندوها، سیکها و هزاره ها به گونه سیستماتیک در افغانستان مورد هدف قرار گرفته که نمونه اخیر آن حمله بر مکتب سید الشهدا در غرب کابل است و دادگاه کیفری بین المللی باید آن را در اولویت کاری خود قرار داده و بررسی کند. در بخش دیگر این قطعنامه آمده است که مشکل افغانستان کنونی پیچیده و چند بعدی است و نباید سبک شمرده شود. بر اساس قطعنامه جنگ مداوم در افغانستان سبب ایجاد زخم‌ها و عوارض بسیار شدیدی شده و در سطوح مختلف باعث ایجاد آشفتگی و پیچیدگی شده است. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان گفته است علاوه بر رنجی که مردم افغانستان در جریان درگیری‌های مسلحانه تحمل کردند، اقلیت‌های قومی، مذهبی، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در سال‌های اخیر به گونه‌ای سیستماتیک مورد هدف قرار گرفتند. این قطعنامه در حال صادر شده که در روزهای اخیر شماری از فعالان مدنی افغانستانی در کشورهای آلمان و هلند مقابل دیوان کیفری بین‌المللی در شهر لاهه هلند گرد هم آمده و برای قربانیان حمله مکتب سید الشهدا در غرب کابل دادخواهی کردند. بنیاد معارف افغان ترک در ولایت بلخ به خاطر بلند بردن ظرفیت دانش آموزان معلول برنامه آموزشی را بر راه انداخته اند. مسئولان این بنیاد میگویند دانش آموزان معلول که به مشکلات آموزشی روبرو هستند برای آنها به گونه استاندارد در مکتب افغان ترک بلخ تدریس می شود. آنان می افزایند که کشور ترکیه برای رشد و آموزش جوانان افغانستان تلاش خواهند کرد. بنیاد معارف افغان ترک در بلخ برای آموزش دانش آموزان معلول یک برنامه آموزشی را برای انداخته اند. مسئولان این بنیاد میگویند که تعداد این دانش آموزان به بیش از 20 تن میرسد و به همکاری لیسه مسلکی تعلیمات خاص به راه انداخته شده است. آنان می افزایند که هدف از برگزاری این برنامه ارتقای ظرفیت دانش آموزان معلول می باشد. ما به خاطر ارتقای ظرفیت 20 دانش آموز معلول به همکاری لیسه مسلکی تعلیمات خاص به خاطر فراگیری مهارت های خاص دانش آموزان معلول کار میکنیم و تلاش میکنیم این دانش آموزان به گونه درست آموزش ببینند. در همین حال شماری از دانش آموزان که در لیسه افغان ترک در مزار شریف مصروف آموزش هستند میگویند که با قرار گرفتن در کنار افراد معلول به آنها کمک میکنند تا آنها نیز از آموزش و پرورش بهره مند شوند. هدف از برنامه ما این است که ما باید چی کنیم که نابینا و ناشنوا از ما هیچ فرقی نداره، اونها هم در این جامعه سهم مهمی دارند. ما باید به آنها احساس بدیم که اونها تنها نیست، آنها ما با آنها کمک میکنیم و ما تا وقتی که زنده هستیم وعده میسپاریم که از هیچ نوع کمک و همکاری دریغ نخواهیم کرد در مقابل آنها. این در حالی است که دانش آموزان معلول در فراگیری درس در افغانستان با مشکلات زیادی روبرو است و وزارت معارف نتوانسته است برای رفع مشکلات آنان چاره‌ای بیندشند.
محمد داوود لغمانی والی پیشین ولایت فاریاب به حیث والی ولایت غزنی تعیین شد و روز شنبه به صورت رسمی کارش را به عنوان والی غزنی آغاز کرد. او به جای سید عمر به عنوان والی غزنی تعیین شده است. سمیع الله حقمل رئیس دفتر اداره مستقل ارگانهای محلی لغمانی را به دفترش معرفی کرده است. محمد داوود لغمانی در سوم ماه سر به عنوان والی فاریاب تعیین شد. تعیین او به عنوان والی فاریاب با مخالفت گسترده باشندگان این ولایت روبرو شد و در چند ولایت شمالی مردم علیه او تظاهرات کردند. پس از 10 روز تظاهرات باشندگان فاریاب علیه او، سرانجام حکومت داوود لغمانی را از وظیفه‌اش برکنار و معاون والی فاریاب را به عنوان سرپرست این ولایت معرفی کرد. پارک ملی بند امیر در بامیان میزبان صدها شهروند کشور در نخستین جشنواره آغاز فصل گردشگری بود. ساز و سرود پای صدها بامیانی و شهروندان را از بخش کشور به بند امیر پارک های ملی افغانستان کشانده است. این جشنواره با برنامه های فرهنگی و پیشواز از آغاز فصل گردشگری برگزار شده است. رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید که این برنامه توجه گردشگران داخلی و خارجی به بخش‌های تاریخی و مکان‌های تفریحی بامیان بیشتر می‌سازد. بند امیر هم مثلا میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید که با برگزاری برنامه‌های فرهنگی می‌کوشد تا صنعت گردشگری را رشد دهند. شهروندان کشور انتظار دارند تا ساخت و سازها برای بود و باش گردشگران بیشتر شوند. بامیان از ولایت‌های باستانی کشور است که در این فصل سال بیشتر گواه گردشگران داخلی و خارجی است. در ادامه گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 25 پول، یک پوند انگلیس 108 افغانی و 80 پول، یک یورو 94 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپی هندی 1080 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 495 افغانی. در خارج از کشور، شرکت مایکروسافت میگوید که جاسوسان سایبری روسی تحت حمایت دولت، ادارات دولتی ایالات متحده و سایر کشورها را از طریق ایمیل های بازاریابی اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی یا USAID جهت سرقت اطلاعات هک کردند. تایم برید معاون شرکت مایکروسافت میگوید که این هکرها حدود 3000 حساب ایمیل های مربوط و بیش از 150 نهاد را هدف قرار داده که حداقل 1/4 آنها مصرف کارهای توسعه بین المللی، کمک های بشردوستانه و حقوق بشری هستند. شرکت مایکروسافت نگفته که چی بخش از این تلاش ها به موفقیت انجامیده است. اما شرکت امنیتی سایبری و ولکسی که این کمپاین را نیز ردیابی می کند، گفته است که میزان نسبتاً پایین شناسایی ایمیل های هک شده نشان می دهد که مهاجمان احتمالاً در اهدافشان موفقیت کسب کردند. آقای برید گفت که به نظر می رسد این کارزار ادامه تلاش های متعدد هکرهای روسی برای هدف قرار دادن نهادهای دولتی داخل در سیاست خارجی بوده که بخشی از تلاش های روسیه برای جمع آوری اطلاعات می باشد. بر اساس گزارش آقای برید، حداقل 24 کشور هدف این حملات سایبری قرار گرفتند. آمریکا اعلام کرد که در پی فرود اجباری طیاره مسافربری رایان ایر در خاک بلاروس و دستگیری یک منتقد دولت، آن هم
با دخالت مستقیم الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس واشنگتن به زودی مجازات‌های جدیدی را علیه منسک به اجرا خواهد گذاشت. مقام‌های کاخ سفید در ساعات پایانی روز گذشته با انتشار بیانیه حادثه 23 ماه می را توهین مستقیم به هنجارهای بین‌المللی توصیف کرده و فهرست طولانی از تحریم‌های جدید را برشمردن که علیه بلاروس و اعضای کلیدی حکومت لوکاشنکو وضع خواهد شد. از سوی هم جن ساکی سخنگوی قصر سفید میگوید که وضع دوباره تحریم‌ها بر نو شرکت دولتی بلاروس در سوم ماه جون مشمول اقدامات ایالات متحده علیه بلاروس خواهد بود. از سوی هم یانس استولتنبرگ سرمنشی عمومی ناتو میگوید که مقام‌های بلاروس احتمالاً در هماهنگی با متحدش روسیه اقدام به فرود اجباری طیاره شرکت هوایی ایرلند کرده است. استولتنبرگ روز گذشته گفت که از رابطه بسیار نزدیک میان روسیه و بلاروس آگاه است. بنابراین گفته او دشوار است باور کرد که رژیم در منسک بتواند چنین کاری را بدون هماهنگی با روسیه انجام دهد. دولت عراق گفته است ناظران بین‌المللی بر انتخابات این کشور نظارت نخواهند داشت و تنها از سازمان ملل متحد خواسته شده است بر روند انتخابات پارلمانی نظارت کند. احمد محسف سخنگوی وزارت امور خارجه عراق در بیانیه گفته است هیچ نظارت بین‌المللی در مورد انتخابات پارلمانی عراق وجود نخواهد داشت و تنها یک گروه سازمان ملل متحد به درخواست دولت عراق بر این روند نظارت خواهد کرد. وزیر امور خارجه عراق پیشتر گفته بود دولت این کشور درخواست را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده و در آن خواهان نظارت بین‌المللی بر انتخابات پارلمانی عراق شده که قرار است ماه میزان امسال برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات عراق هم از ده ها کشور و نهاد خارجی برای نظارت بر انتخابات دعوت کرده است. مشخص نیست با موضع جدید دولت این کمیسیون چی رویه ای را در پیش خواهد گرفت. و الکساندر لوکاشنکو حاکم مستبد بلاروس و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر ساحلی سوچی روسیه با هم ملاقات کردند. همزمان با این اتحاد اروپا روی تظاهرات جدید احتمالی بالای بلاروس بحث می کنند. این دیدار در شرایط انجام می شود که حکومت بلاروس به دلیل فرود اجباری طیاره مسافربری شرکت رایان ایر در روز یک شنبه برای بازداشت یک خبرنگار مخالف تحت فشار و انزوای بیشتر قرار گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هنگام خوش آمدید از لوکاشنکو گفت که این دیدار یک روز پیش از حادثه فرود آوردن طیاره پلان شده بود. او افزود که بغیر از این موضوع مسائل دیگرند که صحبت کنند. لوکاشنکو گفته که موضوع طیاره تحریک کننده است. در این حال وزرای خارجه کشورهای عضو اتحاد اروپا روز گذشته در نشستشان در لیزبون پایتخت پرتغال گفتند که به شمول نفت بر سکتورها تظاهرات وضع می کند که منفعت آن بر رهبری بلاروس می رسد. ممنون بیننده های عزیز از توجهتان، وقتتان خوش، خدا نگهدار.